در برنامه‌ریزی صورت گرفته در پنج بخش قرار شد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پروژه‌هاشون رو در محضر آیرچون به بهره برداری برسونن که تا الان سه تا رویداد اتفاق افتاده که در مجموع این سه رویداد 163 تا پروژه رو تونستیم به بهره برداری برسونیم با مبلغی حدود 34000 میلیارد تومان و اشتغال زایی برای 13000 نفر. در رویداد چهارم که انشالله در 23 اردیبهشت ماه روز پنجشنبه اتفاق خواهد افتاد، ما در مجموع 94 تا پروژه داریم که با مبلغ 6000 میلیارد تومان و 3000 نفر اشتغال انشالله به بهره برداری میرسه. و در رویداد پنجم که انشالله در فکر کنم خرداد یا اوایل تیر ما اتفاق خواهد افتاد که الان داریم برنامه‌ریزی انجام میدیم، در اونم انشالله ما تعداد پروژه قابل توجهی داریم که به بهره برداری میرسه. تا الان در این چهار تا رویدادی که با اتفاق بعدی انشالله به بهره برداری میرسه پروژه هاش، مجموعا 257 تا پروژه به بهره برداری میرسه با رقم حدود 40000 میلیارد تومان و 16000 نفر اشتغال زایی. پروژه‌هایی که به بهره برداری میرسه در بخش‌های مختلف، در حوزه گردشگری، در حوزه صنعت، در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، در حوزه تولید انرژی چه خورشیدی چه به اصطلاح نیروگاه، و در حوزه شیلات و کشاورزی که در مناطق هفتگانه و منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی به بهره برداری میرسه و مناطق ویژه. در رویداد چهارم مناطق آزاد قشم، چابهار، عرس و اروند رو داریم و مناطق ویژه سلفچکان و پیامو. انشاءالله امیدواریم که این پروژه‌ای که به بهره برداری میرسه بتونه در توسعه منطقه‌ای، در توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در اجرای مأموریت ها و وظایفی که به عهده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گذاشته شده، ان شاءالله بتونن موفق باشن.